بیش از 4 دهه است که شاعران مهاجر افغانستان در ایران شعر میگن. شعرهایی که در اون مایش هم از وضعیت سیاسی افغانستان الهام گرفته و هم از وضعیت مهاجران افغانستان در ایران. دلتنگی برای وطن هم یکی دیگه از مضمونهای این نوع شعره. این جریان ادبی با تعامل با شعر شاعران ایرانی روند تکاملی و پیموده و شاعران بنامی مثل سعادت ملوک تابش و فضل‌الله قدسی از دلش بیرون اومدند. ابو طالب مظفری یکی دیگر از نامهای به نام این جریانه. آقای مظفری یکی از بنیانگذاران انجمن ادبی دور دری بود و سردبیر مجله‌ای به همین نام که برای سالها پاتوقی بود برای نویسندگان و شاعران مهاجر در ایران. آقای مظفری الان از مشهد با ماست تا درباره شعر مهاجرت افغانستان در ایران صحبت کنیم. شعر مهاجرت افغانستان در ایران از چه زمانی و چگونه آغاز شد؟ خیلی خلاصه اگه بخوام عرض کنم، از سال 1357 همزمان با شروع جنگ در افغانستان تعدادی از روشنفکران افغانستانی به ایران مهاجر شدند در مشهد و قم. ابتدا در قم تعدادی یک کانونی رو به نام کانون مهاجر را انداخت و یک نشریه به نام پیام مهاجر که زمیمه ادبی هم به نام جوالی داشت. اولین شعرها در قالب شعر و داستان این گروه آغاز کرد. بعدا این جریان به مشهد منتقل شد و تعدادی از شاعران پیشکسوت افغانستان مثل استاد برادعلی فدایی، سعادت ملوک تابش و گروهی از شاگردان این بزرگواران جریان رو در مشهد را انداخت. انجمنی به نام انجمن شاعران مهاجر را انداخت که استمرار اون نهضت ادبی بود. به نظر من میتوانیم بگیم که شعر افغانستان از اون سال تا امروز حدود 4 دهه رو تقریبا سپری کرده. در دهه اول که دهه 60 هست، بیشتر شاعران کسانی هستند که در داخل افغانستان تجربیات شاعرانه داشتند و به ایران مهاجرت کردند و در ایران کار شعر را ادامه دادند. اینها قالب هایی که به استفاده میکردند بیشتر قالب های کلاسیک بود، مثنوی، غزل، و در اون مایه شعرهایشون هم بیشتر رنگ و بوی مقاومت و جریانات اجتماعی را داشت. در دهه 70 یک مقدار شاعران تازه تری به جریان پیوستند، کسانی بودند که شعر گفتن را در ایران تجربه کرده بودند. از لحاظ درون مایه و ساختار به نحو ادامه نسل گذشته خودشان بودند. شعر تحت عنوان شعر مقاومت که رایج شد و 2-3 مجموعه هم تحت همین عنوان منتشر شد، زاده همین 2 دهه است. فضل الله قدسی، محمد کاظم کاظمی و 2-3 نفر نام دیگر در همین دوران این جریان رو استمرار بخشیدند. بعد میرسیم به دهه سوم که دهه 80 هست. در دهه 80 شاعران بیشتر به میدان آمدند که اصلا متولد ایران بودند، بیشتر با ادبیات اینجا آشنا بودند، اینها با ادبیات معاصر ایران و در مدارس ایران درس خوانده بودند، مثلا سید رضا محمدی، سید ضیاء قاسمی، محمد شریف سعیدی و تعدادی از این دست که اینها هم از لحاظ درون مایه، زبان و هم قالب تحولات را وارد شعر افغانستان کردند. قالب شعرها عوض شد و بیشتر شاعرانی که تجربیات شعریشون در ایران شروع کرده بودند، اینا شعر آزاد، سپید و در اون سبک و سیاقهای رایج در ایران شعر گفتند. این شعر از نظر درون مایه و شکل چه خصوصیاتی داره؟ همونطور که گفتم در دوره اول، این 2 دهه اول، دهه 60 و 70، شاعران به تبع اوضاع اجتماعی افغانستان، به تحریص و تحریک مجاهدان در حقیقت در دفاع از کشورشون توجه داره. شعرها اغلب حماسی است و به همین دلیل شعر مقاومت بهش نامگذاری شد. ولی در 2 دهه بعدی یک تحولی که پیش آمد این بود که شعرها دیگه اون حالت حماسی رو نداره، اون تحریک و تحریص به جنگ رو دیگه نداره، حتی گاهی ضد جنگ میشه و دلایلش هم به همین خاطره که مجاهدان دیگه اون دستاوردهایی رو که در دوران جهاد انتظار داشت اونو
به دست فراموشی سپرده و به خاطر قدرت دارن با هم می جنگن. من خیلی خلاصه بگم که تفنگ یک زمانی در دوره اول نماد مقاومت بود و در شعرها با بسامد بالایی تکرار می شد و تقدیس می شد به یک معنا، ولی در دوره بعدی در دهه 70 تفنگ از اون تقدیس خودش افتاد، به یک نماد برادرکشی تبدیل شد. در دهه 80 اصلا کلا ماجرا تغییر کرد. دهه 80 رو میتونیم آغاز شعر مهاجرت به معنای واقعیش بدانیم. چرا؟ چون تا اون زمان شاعران ولو در مهاجرت زندگی میکردن، ولی ذهن و ضمیرشان معطوف داخل افغانستان بود، به قضایای مقاومت بیشتر توجه داشت. ولی در دهه 80 جوانان از به فردیت خودشان نزدیک شدند، به تجربه های شخصی خودشان، به دنبال هویتیابی خودشان بودند، احساس میکردند که دچار یک نوع بی‌هویتی شدند، نمیدانند فرزند کدام سرزمینن، ریشه در کدام خاک دارند. چون در دو دهه اول اصولا مطالبه به نام مهاجرت چندان حضور پررنگی نداشت، همه به نحوی سعی میکردند که خب یک گذر موقتی است، ما با پایان گرفتن جنگ به وطن برمیگردیم. اما این ماجرا وقتی طولانی شد دیگه این اندیشه از ذهنها رفت و مهاجران به این فکر افتادند که خب ما تقریبا 3-4 دهه را میگذرانیم ولی هنوز هیچ گونه حق و حقوقی نداریم، هویت خودمون فراموش شده، اغلب متولد این کشور هستیم ولی به رسمیت شناخته نمیشیم. اینجا بود که مطالبات اجتماعی و شهروندی مطرح شد. شعر زنانه، شعر هویتیاب و شعر خیلی شخصی و فردی در این دوران متولد شد. با توجه به اینکه خیلی از شاعرای مهاجر افغانستان به کشورشون برگشتن یا از ایران دوباره مهاجرت کردن به اروپا، الان شعر مهاجرت افغانستان در ایران تو چه وضعیتی قرار داره؟ هرچند از دهه 80 به این طرف با اینکه کیفیت شعرها و گسترش شاعران خیلی مشهودتر بود، اما اون شور و شوقی که در آغاز بود به نظر من اون به دلایل زیادی کاهش یافت. اولا اینکه شعر و ادبیات بدیل‌ها و آلترناتیوهایی برای خودش پیدا کرد، موسیقی آمد، جاذبه ایجاد کرد، سینما، نقاشی، هنرهای تجسمی اینها، و شعر دیگه تنها ابزار ارتباطی مهاجران نبود. از طرف دیگر تعدادی از شاعران سرشناس و تأثیرگذار ما که هر کدامشون در شهرهایی مثل اصفهان، تهران، قم اینجاها صاحب تأثیر بودن و انجمنهای ادبی رو هدایت میکردن مثل محمد شریف سعیدی و دیگران، اینها مهاجرت کردن، رفتن به کشورهای اروپایی. به همین دلیل نهادهایی هم که بود، نهادهای ادبی هم فعالیتشون کمرنگ شد. اما به لحاظ نزدیک شدن به ذات شعر و تنوع قالب‌ها، جوانهایی که از تجربیات خاصتری رو مطرح می‌کردن، شعر یک مقدار غنا پیدا کرد و یک مقدار بعد گسترده‌تری به خودش گرفت.